سلام دوستای عزیز. یکی از دوستها کامنت گذاشته بود، گفته بودن که در توضیحات شخصیت گرد داده بودیم، بحث‌های شخصیت را و بخصوص انواع شخصیت را که در بحث و امر ازدواج به بحث گرفته بودیم. دوستا سوال کرده بود که اگر این ما با این گونه شخصیت ها و با انواع مختلف شخصیت روبرو هستیم، پس با کدام شخصیت ازدواج کنیم؟ کدام شخصیت خوب شخصیت است؟ دوستا شخصیت ها کلش خوب است و ولی باز هم اگر بخواین که خوبترش پیدا بکنین، پس برگردین به مو انواع شخصیت و برنامه های شخصیت و بحث های شخصیت تا در توضیحات و شخصیت ها خودتان دریابین که چی شخصیت برای ازدواج و آغاز زندگی و تشکیل زندگی برای شما خوب است یا مناسب شماست. اما اگر بحثی است که اگر حالا ازدواج کردین یا مثلا میخواین که ازدواج کنین، چگونه با چه شخصیت ازدواج کنین، شما دارای شخصیت هستین و طرفتان دارای شخصیت است، در این مورد باید بگویم که بسیار خوب است، بسیار قشنگ است، بسیار مناسب است، بسیار مطلوب است که انسان با شخصیت ازدواج کنه، با تیپ ازدواج بکنه که او هم تیپش باشه، یعنی با شکل از اشکال و خصوصیاتی که طرف مقابل داره و ما هم داریم، او را خوب است دو طرف با هم ازدواج کنه. یعنی ما انواع شخصیت ها را داشتیم، مثلا اگر شخصیت های بیرونگرا با بیرونگرا، شخصیت های درونگرا با درونگراها، شخصیت های حسی با حسی، شهودی با شهودی، الهام بخش به اصطلاح، با چوکاتی با چوکاتی، منطف با منطف، فکری با فکری، احساسی با احساسی و احساساتی با احساساتی، اینا میتونن که موفق باشن، یعنی زندگیشان و روزگارشان و ازدواجشان موفق باشه در کل. و ولی اگر هم اینا طور شدن که با هم توافق نتانستن یا شخصیت ها متفاوت شد یا فرق کرد یا حالا نامزد شده ازدواج کرده و با شخصیت های مختلف ازدواج کردن یا نامزد شدن، چی کار کرده میتونن؟ بسیار خوب است که تفاوت ها را در نظر بگیرن و دوباره از سر برند در مورد شخصیت خود و در مورد شخصیت همسر خود، دوباره به بررسی ها اقدام بکنن و خوب کوشش کنن، خوب بفهمن، خوب بدانن، خوب اطلاعات خود کافی بسازن و شناخت خود کامل بسازن تا ببینن که شخصیت که کدشان زندگی میکنه چگونه خصوصیت داره. من باور دارم اگر در مورد شخصیت مقابلتان، در مورد خصوصیات و تفاوت‌های که شخصیت مقابلتان داره، اگر کمی درنگ کنین، کمی جدی فکر کنین، کمی جدی بیندیشین، من باور دارم که بیشتر میتونین که راحت باشین، آرام باشین و آسوده باشین. یعنی هر قدر اطلاعاتتان کافی شوه، هر قدر معلوماتتان بالا بره، هر قدر اطلاعاتتان زیاد شوه، معلوماتتان بالا بره و معلوماتتان زیاد شوه و بیشتر بفهمین در مورد شخصیت مقابلتان، به مو اندازه برای شما و زندگی شما کمک میکنه. یک مورد. دوم، بسیار خوب است به طرف مقابل بگوین و بسیار خوب است که قبل از نامزدی بگوین، قبل از ازدواج بگوین که من دارای این گونه یک شخصیت هستم، خصوصیاتی که این گونه شخصیت ها داره یا این شخصیت ها داره ای و ای است و من آرزو دارم که شما بتانین با من جور بیاین به اصطلاح عام و یا هم سازگار شوین تا بتانیم یک زندگی مشترک و سالم و خانواده موفق و سالم را تشکیل بدیم و یک ازدواج سالم داشته باشیم. یعنی خوب است بگویم. نکته سیومی که میخوایم یادآور شم اوی است که ما بسیار مناسب خواهد بود که اول در مورد خود بفهمیم که ما دارای چگونه یک شخصیت هستیم و بعد بریم در امر ازدواج و در بحث ازدواج با او شخصیت ازدواج بکنیم، با او خصوصیات ازدواج بکنیم که حداقل با شخصیت ما سازگار شده بتانه، حداقل با شخصیت ما کنار آمده بتانه. یعنی اگر شخصیت های بیرونگرا با شخصیت های احساسی، هیجانی یا شهودی ازدواج کنه تا یک حد میتونه که توافق کنن، اما اگر درونگرا با بیرونگرا ازدواج کنه بسیار سخت است که کنار بیان و بسیار سخت است که راحت پیش برن و زندگی خود را با همی پیش ببرن. نکته دیگه که میخوایم یادآور شم دوستا به عنوان یک مورد او درک ای است که ما چگونه با طرف مقابل رفتار کنیم. یعنی این شخصیتی که با ما ازدواج کرده یا نامزد میشه، با این خصوصیات، با این ویژگی‌ها، حال چگونه با این شخصیت رفتار کنیم. آل خویی شخصیت است، با شخصیت ما فرق داره یا با شخصیت ما متضاد است، چگونه میتونیم که به اصطلاح رفتار کنیم؟ و این باید بفهمید دوستا که چگونگی رفتار با افراد چگونه است. نکته دیگه که میخوام یادآور شم دوستا اویی است که ما باید با این شخصیت ها و با این تیپ ها سازگار شویم. یعنی یگانه راهی که یگانه موردی که یگانه چیزی که میتونه با ما کمک بکنه سازگاری با افراد است، سازگاری با شخصیت ها است، سازگاری با تیپ ها است. چون شخصیت در خیلی از موارد تغییر نمیکنه، یعنی تغییر پذیر نیست، تیپ است، یک شخصیت است، یک نوع از خصوصیت از انسانی است و در بسیاری از موارد تغییر پذیر نیست. و نکته دیگری که میخوایم یادآور شم دوستایی است که تلاش شوه که مشاوره گرفته شوه. یعنی اگر فرد احساس داره یا ندامت داره، ناراحتی داره، گلایه داره، شکایت داره از طرف مقابلش و کنار آمدن نمیتونه، خوب از بره با همسرش بشینه، با نامزدش بشینه و بره نزد یک روانشناس تا اونا با اونا کمک بکنه که مفید واقع شه. و نکته دیگه که من تصور میکنم بیشتر میتونه استفاده کمک بکنه و همکاری بکنه او مطالعه است. یعنی اگر ما در مورد شخصیت که طرف مقابل ماست، نامزد ماست، همسر ما میشه یا عضو خانواده ما میشه، اگر مطالعه کنیم بسیار میشه که مفید واقع شه و ممد واقع شه. و آخرین موردی که میخوایم در مورد شخصیت و تیپ شخصیتی بگویم دوستا، تیپ شخصیت انسان، خصوصیات ویژگی های شخصیتی انسان در خیلی از موارد تغییر پذیر نیست، دور شدنی نیست. و اگر احیانا شما دیدین که به هیچ وجه، به هیچ صورت، به هیچ شکل نمیتونین با شخصیت که طرف مقابلتان است نامزد شوین یا ازدواج کنین یا زندگی را ادامه بدین، خوب است با هم جدا شوین و زندگیتان مستقل بسازین تا راحت شوین.